تیم فوتبال بانوان ولایت دوردست و سنتی غور افغانستان به کابل آمده و در مسابقات لیگ برتر فوتبال اشتراک کرده است. ریحانه ایوبی 17 ساله، کاپیتان تیم فوتبال ولایت غور و یاسمین آصفی 15 ساله از اعضای تیم فوتبال ولایت غورند. تا رسیدن به اینجا دشواری‌های فراوانی را تحمل کرده‌اند. امسال بار دوم ماست که میم به چمن بازی میکنیم، ولی به چمن هم خیلی آشنایی نداریم، چون که نداریم. ما فقط اوی که بعضان وقت میشه که دست ما میشکنه، پای ما میشکنه، چون که زمین سیمیتی داریم. ما سال پیش که میخواستیم بریم به چمن بچه ها که اونجا آزاد مردم از کنارش که تیرشن میبینن، ولی ما که میرفتیم چند بار سال پیش ما تعدیق شدیم، گفتن که اگر بار دیگه میدین شما را مثل فرخانده براتش میزید. به گفته یاسمین، در ولایت غور هنوز کمتر خانواده حاضر است که دخترش ورزش کند یا حتی به مکتب برود و تحصیل کند. از خود ولایت غور گرفته تا از مردمش، از بیفرهنگی مردم که سایه زن دختر به تفنگ میزنن، با اوق مشکلی که ما بلند میشیم میایم و میخواهیم که خود به مردم غور ثابت بسید. اگر ما بیامدیم تا به اینجا و دخترای غور هم زیاد انگیزه میگن که یعنی ما با اوق مشکل تا به اینجا برسیدیم، اصلا شاید باورشم نشوه، ولی میفهمم که به این کار ما که ما تا به اینجا آمدیم اونا زیاد انگیزه میگیرن. شادی پس از پیروزی دختران فوتبالیست غور. هرچند این شادی نتیجه تلاش‌های فراوان و مبارزه‌های نفس‌گیر این دختران بوده، از تمرین روی زمین سمنتی گرفته تا تهدید از سوی جامعه غور. افشای قضیه آزار و اذیت جنسی زنان عضو تیم ملی فوتبال افغانستان توسط کرام‌الدین کریم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، محدودیت‌های فراوان را سد راه دختران و زنان علاقمند به ورزش ایجاد کرد، اما آنان را توقف نداد. ناکامی حکومت افغانستان در دستگیری متهمینی مثل فوتبال افغانستان امروز بر یک نگرانی بسیار جدی بر خانواده‌های افغانستان، بر زنان و بر تمام دخترهای بدل شده که در ورزش افغانستان کار میکردن و آرزو داشتن که یک روز در ورزش افغانستان نام کمایی کنن. همچنان فراموش نکنیم که امروز در روز دختر که برای دیگه دنیا مسائل بسیار مهم مردم میپردازه، هنوز میلیون ها کودک در افغانستان از حق دسترسی به آموزش محروم هستند. بر بنیاد آمار رسمی 2.2 میلیون دختر افغان از آموزش محرومند. نزدیک به 2 میلیون کودک شامل دختران و پسران مصروف کارهای شاقه اند. ازدواج‌های اجباری کودکان دختر، تجاوز جنسی و خشونت‌های روانی و فیزیکی با دختران از چالش‌های جدی دیگر است. سمسام سیرت، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل.